بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله المعجزة که چند جمله نورانی رو قبلا عرض کردیم یکی هم اینه السعید من وعظ بغیره همه زندگی سرشار از عبرت هاست انسان اگر چشم عبرت را باز بکنه و نگاه کنه به دیگران خیلی از حقایق عالم برای انسان روشن می شود نه اون مراد از روشن شدن حقایق مثل فراگیری معلومات نیست که انسان چیزی رو نمی دانه و بعد اون رو با تعلم به دست میاره این یک جور فهمیدنه از این مهمتر این است که چیزهایی برای انسان روشنه جلو به چشم انسانه انسان تأمل و ژرف اندیشی درباره اینها نمی کنه و درس از اینها نمی گیره اینها اون عبرت هاست فرض بفرمایید یکیش همین مردنه مردن خب همه آحاد انسان این مرحله رو طی میکنن یعنی از این حیات مادی و نشأه مادی و جسمانی عبور میکنن میرن در یک عالمی که ما از کیفیات اون عالم خبری نداریم و عالم دشواری است عالم غربت عالم حساب آدم مشکلات گوناگونه اینا همه فی الجمله میدانیم هر کسی هم در مدت عمر خود افراد زیادی رو میبینه از پیر و جوان و کودک و مرد و زن و همه جور که رفتند این برای ما یه چیز عادی میشود تنبه به این که خب این مسیری که همه دارن میرن برای ما هم هست ما هم باید از همینجا عبور کنیم کجا وارد میشیم چه دستاویزی برای حیات سعادتمندانه در اونجا داریم چه کار میشه اونجا کرد غربت نشأه آخرت را نشأه برزخ را تا برسه به قیامت حالا چه جوری باید برطرف کرد اینا نکات مهمی است اگر چنانچه به این چیزا فکر کنیم ممکنه در رفتار ما در عمل کرده ما در مسیر زندگی ما در تصمیم گیری های کلان زندگی ما اثر بگذاره غالبا توجه نداریم اینه این موعظه شدن و فراگیری و عبرت اینه لذاست که خدای متعال شما ملاحظه میکنید در قرآن در قرآن کریم بسیاری از چیزهای واضح را که جز واضحاته اینها رو به یه شکلی برجسته میکنه بعد که برجسته کرد انسان میبینه عجب این چه چیز مهمی است و شمس و ضحاها این خود شمس خورشید و نور خورشید و القمر اذا تلاها ما همطور عادت کردیم که ببینیم اینا هی میاند و میرن خب یک تأملی باید کرد این رفت و آمد طبق چه قانونی است چه قاعده لایتخلفی بر اینها حاکمه این قاعده لایتخلف از کجا ناشی شده اینا همش نکات حکمتی که خدای متعال در قرآن ذکر میکنه مصادیقش رو ذکر میکنه میگه اینا حکمته همه از همین قبیله چیزهاییست که به نظر انسان واضحاته خب حالا ما عبرت بگیریم فرمود خوشبخت اون کسیست که به وسیله دیگری موعظه بشود یعنی همین عبرت بگیره میبینیم چیزهایی رو که در زندگی پیش میاد برای افراد چجور در مرحله امتحان قرار میگیرن چطور بعضی در امتحان پیروز میشن چطور بعضی در امتحان مردود میشن چطور بعضی از موقعیت‌ها استفاده درست میکنن چطور بعضی موقعیت‌ها رو فرصت ها رو از دست میدن اینا رو نگاه کنیم
با دید باز این رو برای خودمون وسیله موعظه قرار بدیم، یعنی از این درس بگیریم، به جای این که وقتی کسی زمین خورد دلمون خنک بشه و بر روی احساسات خودمون، نه، به جای این توجه کنیم که عامل چی بود، عامل این زمین خوردن، عامل این اعتلاء و اوج اینها چی بود، چگونه شد و ما چقدر می توانیم از این فرصت ها استفاده کنیم. این مضمون حاصل این کلام.